با سلام خدمت دوستان عزیز، امروز میخوام مطالبی رو در مورد اهمیت استفاده از گوگل در کشاورزی خدمتون عرض کنم. گوگل جز عناصر اصلی مورد نیاز محصولات کشاورزیه که نقش زیادی در عملکرد کیفی و کمی محصولات داره. از گذشته در کشاورزی کاربردهای زیادی داشته، ولی به مرور که زمان جلو میره نیاز به استفاده از گوگل در کشاورزی بیشتر میشه. عوامل خیلی زیادی تو این موضوع نقش دارن که خدمتون عرض می‌کنم. در نیم قرن گذشته به خاطر تغییرات آب و هوایی و اتفاقاتی که در کشاورزی افتاده، میزان گوگرد موجود در جو کاهش پیدا کرده. عوامل دیگری مثل روش‌های نامناسب زراعی، خروج بیش از حد مواد عالی از خاک، یعنی محصولاتی که برداشت میشه مواد عالی هم باهاش از خاک خارج میشه، مصرف کودها و سموم شیمیایی که گوگرد ندارن، اینا باعث شده که میزان گوگرد در خاک کاهش پیدا کنه. خصوصا در خاکهای ما که گوگرد از اول هم به خاطر کمبود مواد عالی به خوبی در دسترس گیاه نبوده، استفاده از گوگرد اهمیت بیشتری داره. مهمترین کاری که گوگرد انجام میده شرکت در ساخت اسیدهای آمینه مثل متیونین و سیستئینه که این اسیدهای آمینه در تولید پروتئین نقش اساسی دارن و به همین خاطر اضافه کردن گوگرد به خاک و دریافت راحت اون برای گیاه باعث میشه که دانه ها پروتئین مناسبی به دست بیارن. گوگرد با حضور در ساختمان سلفولیپید های سلول های قشایی نقش زیادی در تولید روغن در گیاهان داره و به همین خاطر در گیاهانی مثل کلزا که دانه های روغنی تولید میکنن استفاده از گوگرد اهمیت بالاتری داره. همچنین گوگرد برای تولید گلوکوزیدها، ویتامینها و آنزیمها مورد نیاز گیاهان هستش. یکی از کارهای مهمی که گوگرد انجام میده حضور در تولید کلروفیل گیاهان هست که نقش زیادی در سبزینگی و رشد اونها داره و در صورت که به مقدار کافی در اختیار گیاه نباشه کلروفیل کاهش پیدا میکنه و فتوسنتز گیاه کم میشه که باعث کمبود کیفی و کمی عملکرد محصول میشه. نقش دیگر گوگرد در تقسیم سلولی هست که باعث میشه که باروری در گیاه افزایش پیدا کنه. همچنین گوگرد با تأثیر بر فعالیت آنزیم‌های اکسید کننده و افزایش تولید اسمولیت‌ها باعث میشه که گیاه مقاومت بیشتری نسبت به کم آبی و شرایط تنش‌های محیطی داشته باشه. در اکثر خاک‌های کشور ما که خاصیت قلیایی دارن یا اینکه حداقل رو به قلیا هستن، کاربرد گوگرد یا مواد جایگزین مثلا گچ یا اسید سولفوریک میتونه باعث کاهش پی‌اچ خاک بشه که نقش زیادی در آزادسازی مواد غذایی موجود در خاک داره. به خاطر فراوانی مواد نفتی و گاز در کشور ما و اینکه درصد زیادی از گوگرد از مواد نفتی تامین میشه، دسترسی به این گوگرد در کشور ما خیلی راحت هست. به همین جهت باید بیشتر به اون توجه کنید. گوگرد با شکل‌های مختلفی در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیره که در ادامه بعضی از اون‌ها رو توضیح میدم خدمتتون. اولین نوع گوگرد، گوگرد معدنی است که مستقیم از معدن استخراج میشه. البته این گوگرد‌ها ممکنه که مواد سمی مثل آلومینیوم هم مقداری داخلشون باشه، برای همین باید موقع استفاده خیلی به این موارد توجه بشه. نوع دیگر گوگرد از مواد نفتی و پالایشگاهی تامین میشه. این گوگرد به خاطر فراوری که روش انجام میشه از خلوص بیشتری برخورداره و تا 99% ممکنه خالص باشه. به همین خاطر کاربردش خیلی مناسبه برای محصولات کشاورزی. گوگرد های پالایشگاهی ممکنه به مدل های مختلفی به بازار عرضه بشن. گوگرد های پودری به صورت گوگرد های گرانول یا پاستیلی. باید بدونید که اینا روشون فراوری‌های انجام شده، ولی مواد اصلیشون یکی هست و کارایی متفاوتی توی کشاورزی دارن که بستگی به شرایط استفاده شما داره. نوع دیگر گوگرد که توی بازار در دسترس شما هست، گوگرد مایع هست. این گوگرد البته کارایی چندانی در خاک برای بهبود وضعیت خاک نداره و بیشتر کارایی تغذیه برای گیاه داره. البته انواع گوگردهایی که گفتم همشون به عنوان سم و برای کنترل آفات و بیماری ها هم قابل استفاده هستن که حالا ممکنه مثلا گوگرد پودری روی برگ‌های گیاهان پاشیده بشه یا به روش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرن. زمانی که گوگرد رو در بستر کشت استفاده می‌کنید، مستقیما جذب گیاه نمیشه یا اینکه باعث
کاهش اسیدیته خاک به صورت مستقیم بشه. ابتدا لازمه که گوگر اکسید بشه و تغییراتی در اون ایجاد بشه که بتونه خاصیت کاهش دهنده پیچ خاک رو داشته باشه و گیاه بتونه اون رو جذب کنه. اکسیداسیون گوگرد در خاک تحت تاثیر عواملی قرار میگیره که مهمترین اونها حضور میکروارگانیسم های هست که میتونن گوگرد رو به مواد مورد مصرف گیاه تبدیل کنن. عوامل دیگری مثل رطوبت خاک یا دمای خاک یا تهویه مناسب خاک و وجود سطح مؤثری از گوگرد در خاک میتونن در کارایی این میکروارگانیسم ها نقش داشته باشه. در بیشتر خاک های کشور ما به خاطر کمبود مواد عالی خاک و کمبود مصرف کودهای گوگردی یا مایع تلقیه تیوباسیلوس نیاز هست که حتما مواد تلقیح رو به خاک ها اضافه کنید و کاربرد گوگرد به تنهایی نمیتونه نیاز گوگرد گیاه رو برطرف کنه. با توجه به موارد گفته شده به شما توصیه میکنیم که مصرف گوگرد رو بیشتر مد نظر قرار بدین. برای این کار میتونید به سایت ما هم مراجعه کنیم، سایت تجارت سبز آبان، و انواع کودهای گوگردی رو با کیفیت